خوش اومدین به گزارش روز 29 آبان با من سیما قیاسی برنامه ای که از شنبه تا چهارشنبه هفت شب به وقت ایران به مهمترین خبر روز می کشته شدن محمد عفیف سخنگو و چهار عضو دیگر دفتر رسانه ای الله فتح آخرین سنگر فرماندهان رد بالای این گروه شپ نظامی به دست اسرائیل بود. همین ضربات پی در پی به الله باعث شده جمهوری اسلامی تغییر موضع بده و به نوشته روزنامه جوان علی لاریجانی در سفر به سوریه و لبنان با موافقت مشروط خامنه با طرح آتش بس بین اسرائیل و حزب الله را اعلام کنه مشتبه پور محسن گزارش زخم کاری اسرائیل به تشکیلات رسانه‌ای حزب الله با مرگ عفیف و چهار نفر دیگر روایت یک وزیر پیشین لبنان از وعده ده میلیارد دلاری خامنه ای برای بازسازی بیروت زمزمه ها برای پذیرش تر آتش پس لیتانی پلاس نتانیاهو میگوید حق حمله به حزب باید محفوظ بماند سایه ترامپ روی تصمیم گیری های خامنه ای آیا لاریجانی پیام عقب نشینی را به لبنان برد انتشار این ویدیو از دیدار خامنی با سفیر جمهوری اسلامی در لبنان که در انفجار پیجرها آسیب دید قرار بود پیامی نمادین باشد برای بازسازی جبهه موسوم به مقاومت در لبنان اما ساعاتی بعد اسرائیل آخرین سنگر باقیمانده از فرماندهی حزبالله را فرو ریخت با حمله به ساختمانی در مرکز بیروت که به مرگ محمد عفیف انجامید سخنگوی حزبالله لبنان که در دفتر حزب بحث سوریه در بیروت حضور داشت علاوه بر او چهار عضو دیگر حزب الله هم کشته و چهارده نفر زخمی شدند. محمد افیف نابلوسی مسئول روابط عمومی حزب الله و مدیر شبکه تلویزیونی المنار بود. کسی که سال 1983 به حزب الله پیوست و روابط نزدیکی با عباس موسوی و حسن نصرالله دو دبیر کل حزب الله داشت. بعد از کشته شدن نصرالله، افیف پیش از قبل در مقابل رسانه ها ظاهر می شد. یک ماه پیش بعد از حمله پهبادی به خانه نخست وزیر اسرائیل در حالی که انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی گرفته شده بود حزب الله از زبان عفیف مسئولیتش را پذیرفت دوشنبه حزب الله هویت چهار کشته دیگر حمله اسرائیل را هم تایید کرد یکیشان معاون عفیف و سه نفر دیگر اعضای دفتر رسانی حزب الله سهشنبه وزیر انرژی اسرائیل گفت چون آدم و مهم دیگری در حزب الله زنده نمانده اسرائیل سخنگوی این گروه شبه نظامی را حذف کرد اشاره به قلقم فرماندهان رده های اول تا سوم حزب الله در یک سال گذشته از بین آن همه فعلا تنها ابو علی رضا فرمانده یگان بد زنده مانده جمهوری اسلامی و حزب الله مدعی شدند این گروه ساختار نظامیش را با جایگزینی ترمیم کرد اما رسانه ها خبر دادند اسرائیل در حمله دیگر احمد حیدر علی با نام جهادی ابو علی هادی را هم کشت از معدود فرماندهان زنده مانده حزب الله که در سوریه و یمن برای نیروی قدس سپاه پاسداران جنگیده بود در مقابل این گروه شبه نظامی حملات راکتی به خاک اسرائیل را ادامه میداد دوشنبه شب یک اصابت در تلاویو به زخمی شدن چند شهروند اسرائیلی انجام منابع اسرائیلی میگویند نه خود موشک بلکه بقایای یک موشک رهگیری شده در تلاویو فرود آمده حزب الله و از آن تر مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشند با انبوه خبرهای جلی واقعیت میدانی را تغییر دهند اسرائیل نابود شده نیروی سازمانی به هم ریخته نی... تکونی بخورند به سمت جولان جولان را تصرف کردند اما در پشت صحنه این بازی رسانه‌ای به نظر می رسد واقعیت ها با شدت به صورت خامنه‌ای برخورد کرد روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه فاش کرد علی لاریجانی که برای رساندن پیام خامنه‌ای به سوریه و لبنان سفر کرده بود چراغ سبز جمهوری اسلامی برای آتش بس را منتقل کرد البته این روزنامه نوشته تهران با خواسته های فراتر از قدنامه 1701 سازمان ملل مخالف است در شرایطی که خبر رسیده حزب الله و دولت لبنان با طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش موافقت کردند آموس هوکشتاین فرستاده ویژه آمریکا برای نهایی کردن توافق احتمالی به لبنان سفر کرد این لحظه که تصمیم گیری است من اینجا در بیروت هستم تا این تصمیم را تسهیل کنم اما در نهایت این تصمیم طرفین است که به نتیجه برای این درگیری برسند نتانیاهو اصر دوشنبه درباره مذاکرات آتش موضع گرفت ب... م... اکنون مذاکرات زیر آتش و بمباران انجام می شود و ما خواهان دور کردن حزب الله به آن سوی رود لیتانی هستیم بر اساس قدنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل لبنان باید تا پشت رودخانه لیتانی عقب نشینی کند اما نیروهای حزب الله تا سی کیلومتر این مرز را نقض کرد اسرائیل میگوید بعد از جنگ 33 روزه سال 2006 یعنی از 18 سال قبل هم حزب الله قرار بود این قدنامه را اجرا کند اما نکرد در این مدت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم نتوانستند کارساز شود. بنابراین اسرائیل میگوید در آتشبس پیشنهادی باید تضمین کند که خود نیروهای ارتش اسرائیل بر مرز نظارت کند اما توافق روی کاغذ با حزب الله مهمترین چیز نیست حتی اگر چنین کاغذی وجود داشته باشد ما باید از تامین امنیت برای شمال کشور اطمینان حاصل کنیم و عملیات های برنامه ریزی شده علیه حملات حزب الله انجام دهیم و نگذاریم آنها نیروهایشان را بازسازی کنند حتی بعد از آتشبس در حقیقت نخست وزیر اسرائیل تر آتشبس را فرصت جمهوری اسلامی و حزب الله برای بازسازی می‌بیند با این خطر بالقوه که بعد از تجدید سازمان دوباره حمله کنه. خامنی یک ماه و نیم پیش بعد از کشته شدن نصرالله در خطبه های عربی نماز جمعه وعده داد جمهوری اسلامی به بازسازی لبنان کمک میکند. حالا وزیر پیشین محیط لبنان در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی لبنان فاش کرده خامنه‌ای ده میلیارد دلار برای لبنان در نظر گرفته و بخشی از این پول همین حالا در اختیار حزب الله است. به نظر می رسد جمهوری اسلامی برای احیای حزب از زیر این فشار شدید بی میل به آتش نیست با این حال به نظر یک عامل دیگر در پذیرش احتمالی آتش موثر است بازگشت ترامپ جمهوری اسلامی همزمان با انتشار خبرها درباره احیای سیاست و فشار حداکثری پنهان نمی کند که به دنبال جلب نظر ترامپ است نتانیاهو هم به نظر ترجیح می دهد تا پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ جنگ را در یک جبهه متوقف کند تا حمایت حداکثری او را در غزه و از آن مهمتر فشار به جمهوری اسلامی تضمین کنند سرنوشت یک جنگ نیابتی با نیروهای نیابتی با شکست نیابتی در آغاز و دوباره اصر تقابل مستقیم خامنه ای و نتانیاهو ترامپ مشتبا پور محسن لندن بله مهمان امشب گزارش روز جابر رجوی تحلیلگر سیاسی هستن شبتون بخیر جابر رجوی لقب سخندانی نعیم قاسم دبیر کل حزب این مسئله با مذاکرات آتش بس در لبنان در ارتباطه درود بر کرد یه نکته دقیقه دقت داشته باشیم وقتی که حزب الله فردا یا عصر روز هفت اکتبر تصمیم گرفت وارد درگیری بشه از همون اول صحبت از آتش بس بود اما حسن نصرالله همواره میگفتش که تا زمانی که در غزه اتفاق نیفته ما اصلا مذاکره نمی کنیم و حتی گفته بود حماس از سمت ما مذاکره میکنه برای آتش بس کلی همین الانش که الان صحبت از این شده که این دو جبهه از هم جدا بشه یک پیروزی برای نتانیاهو و یک شکستی برای اون قسمت جمهوری اسلامی که میخواست همه رو اون اتحاد جبه ها باشه مسئله دوم اینه که نهیم قاسم اعلام کرد که ما به نویل بری یعنی رئیس پارلمان لبنان به اون نمایندگی دادیم که مذاکره کنه خب درسته اون از شیعیان لبنان حزب عمله ولی اون خیلی از جمهوری اسلامی دستور نمیگیره همین قطع نامه بارها گفته شده بود که قبل از این درگیری ها نصر الله گفته بود تا اونجا اتفاق نیفته اینجا اتفاق نمیفته همین الانش الان فقط بحث اینه که چقدر عقبتر بره حزب الله حزب الله الان در شرایطی که نعیم قاسم سپرده به اونها خودش مستقیم مذاکره نمیکنه جمهوری اسلامی که داره این پیام ها رو میده و تقریبا میشه گفت حزب الله و نعیم قاسم ایستادن کنار و ببینن که جمهوری اسلامی و از اون بر نبیل بری چه تصمیم گرفت اهمیت شبکه ارتباطات و تبلیغات حزب الله محمد عفیف و چهار نفر از اعضاش که در حمله اسرائیل کشته شدن چیه چه تأثیری در واقع در فعالیت حزب الله می‌گذاره ببینید در یک جنگی که الان دیگه قواعدش رو داره دست میده یعنی درگیری حزب الله با اسرائیل در ماهای اول شاید در یک سال اول یک مقدار قاعده داشت یعنی چگونه به همدیگه پاسخ بدن قاعده داشت ولی الان قواعده از بین رفته در نامتناسبه اسرائیل اهداف مختلفی داره که شاید خیلی از اهدافش رو ما نمیدونیم یعنی دلیل اینی که میاید میره اون رو که حالا رسانه ایه اما چیزی که مشخصه اسرائیل داره تلاش میکنه هم از سازماندهی دوباره نیروهای حزب الله جلوگیری بکنه هم از اینی که اونها این روحیشون رو برگردونن عفیف یک کاری میکرد در خب میدونیم که میومد کنفرانس خبری میگذاشت تهدید میکرد نتانیاهو رو تهدید کردم یک مقداری برای اسرائیل این موضوع نمادین بود از اون ورشم بالاخره خیلی از شبکات رسانهای ای در گروه های نظامی کارهای ساندی هم دارن که احتمالا کارهای جنینی بوده اما چیزی که هستن واقعا اون چیزی که فرد به نامی هم اونقدر الان وجود نداره درست فرماندهان هستن که بالاخره الان داره موشک میزنه اما فرد به نامی که اسرائیل بخواهد بیاد بزنه و بگه اون رو زدن وجود نداره شاید این هم یکی از دلایلی که سراغ عفیف رفت در یک دقیقه میتونین بگیم موضع جمهوری اسلامی درباره مذاکرات آتش بس در لبنان چی و چه تاثیر رو نفوذ منطقهش میگذاره جمهوری اسلامی الان دو تا گزینه داره یکی اینکه تقابل با ترامپ و اون اتفاقات بعد تحریم های اروپا رو که دیدیم چقدر شروع شده جمهوری اسلامی یا باید بیاد الان به این نیابتی یا بچسب جنگ رو اداره بکنه یا موضوع هسته رو خبر احتمالات اینه که جمهوری اسلامی بخواد هسته ای رو نگه داره و اینها رو مقداری فدا کنه یعنی اینها رو به عنوان یک قسمتی از اموال خودش خرج بکنه و مقداری کوتاه بیاد تا بعد بتونه در یک قدرت شده دوباره برگرده سپاس از حضورتون در گزارش روز جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و ممنون از همراهی شما با گزارش روز امشب این برنامه تا دقایق دیگه در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس خواهد شبتون باید.